برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با انتشار گزارش مفصلی درباره کارنامه وزارت امر به معروف طالبان، این اداره را ناقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان خوانده است. به گزارش یوناما، ماموران خودسر امر به معروف طالبان دست کم 1033 بار به مجازات خودسرانه اقدام کردند. گزارش آورده که از این میان 205 مورد سوء رفتار با زنان و 828 مورد دیگر با مردان را ثبت کرده است. برنامه جهانی غذا WFP روز سه‌شنبه 19 تیر در گزارش تازه خود هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان گفته است که در حال حاضر 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. برنامه جهانی غذا در این گزارش عامل بحران ناامنی غذایی را بی‌ثباتی اقتصادی ممتد در افغانستان، تغییرات اقلیمی مانند سیلاب‌های ویرانگر اخیر و خشکسالی و بازگشت صدها هزار مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان عنوان کرده است. پس از سفر کمیساریای عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد به پاکستان و دیدار با مقام‌های بلندپایه این کشور، روند اخراج اتباع غیرقانونی افغانستان از پاکستان به حالت تعلیق درآمد. پایگاه اطلاع رسانی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که کمیساریای عالی تقویت تلاش‌ها جهت اجرای راهکارهای بلند مدت برای افغانستانی‌ها در پاکستان و حمایت از جوامع میزبان آنها را خواستار شده است. فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، از تصمیم پاکستان برای تعلیق طرح اخراج اتباع غیرقانونی افغانستان قدردانی و تضمینی را دنبال کرد که این روند متوقف شود. وی همچنین تداوم سنت افتخارآمیز مهمان نوازی پاکستان نسبت به افغانستانی‌هایی را خواستار شد که نیاز به حمایت بین المللی دارند.